جناب آقای علی دایی از قهرمانای کشورمون یه مصاحبه کردن با همشهری آنلاین درباره ماجرای تأسف برانگیز معدن طبس و گفتن که مسئولین نباید فقط به فکر غزه و لبنان و فلسطین و اینا باشن، به فکر مردم خودمون باشن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، چرا باید این اتفاقات تو معدن ما بیفته و از اینجور صحبت ها. من این چند تا نکته عرض کنم با احترام خدمت جناب آقای دایی. ببینید این دو قطبی درست کردن ها هیچ فایده ای واسه کشور نداره. هر کدوم از اینها مجرای خودش رو داره، واسه مدیریت، واسه پول خرج کردن، واسه ایمنی ایجاد کردن، و هر کدوم کارکرد خودش رو داره. امنیت یه چیزه، امنیت ملی یه چیزه، باید واسش خرج کرد تا تامین بشه. امنیت همون پولی باید واسش خرج بشه که اگر شما گردنبندتو دزدیدن، نیرو انتظامی سه سوته بره پیداش کنه و بیاره تحویل شما بده گردنبند رو، دزد رو بیاره دست بسته کت بسته جلوی شما بذاره. تو سطح ملی هم امنیت لازمه. نمیشه بگیم پول اونو برداریم خرج این کنیم. چرا اونجا داریم خرج میکنیم؟ این تصور که ایران مادر خرج منطقه است، تو کشورها هر اتفاقی میفته ایران داره خرج میکنه. نه بابا، اونا خودشون آدم دارن، مردم دارن، کشور دارن، پول دارن. یه بخشی هم بله ایران گفته آقا ما کمک میکنیم، چون اولا که وظیفه شرعی مونه، دو امنیت خودمون هم داره تأمین میشه. ایران اگه رفت با داعش تو سوریه جنگید، اگر نمی جنگید، جدای از اینکه وظیفه شرعیش بود، داعش میومد تا لب مرزها. دو تا عملیات تروریستی اینجا میشه، همه میفهمیم قدر امنیت رو. حالا شما فرض کن داعش بیاد کنار مرزهای شما مستقر بشه. اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. نکته دیگه هم هست که عرض میکنم. نکته دیگه این که ببین آقا، بقیه کشورها هم هزینه میکنن واسه مباحث نظامی و دفاعیشون، معدن هم تو اونام فرو میریزه، آتش سوزی هم میشه، اتفاقات دیگه هم میفته. همین آمریکا، نه مثلا در دهه 60 و 70 که در اوج جنگ سرد بوده، کلی پول خرج میکرده واسه مباحث نظامی و امنیتی و هسته‌ای و ایناش، یکی از بزرگترین ریزش های معدن زغال سنگ مثلا اونجا اتفاق افتاده، نه همین 2006 و 2010 معدن ریخته، معدن منفجر شده، 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر اونجا کشته شدن. تو چین این اتفاق افتاده، تو شیلی این اتفاق افتاده، تو کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. دردناک، ناراحت کننده است، ولی این ربطی به اون نداره. اون رو باید از هزینه خودش تأمین کرد، اون رو باید از مجرای خودش رفت درست کرد. کسی نمیگه آمریکا تو که بی خانمان داری، چند میلیون نفر بی خانمان داری، چرا اینقدر هزینه تسلیحات میکنی؟ بیشترین هزینه در دنیا رو تو داری میکنی واسه بحث نظامی، برو بی خانماناتو جمع کن. چرا به اونا کسی نمیگه؟ این دوتا چه ربطی به هم دیگه داره؟ بازم عرض میکنم. اما حالا که شما دغدغه کارگرها رو دارید و خیلی هم خوبه، دمتون گرم، هر کس به هر نحوی باعث بشه که امنیت شغلی، امنیت جانی، امنیت اقتصادی کارگرها بیشتر بشه و حساس بشه جامعه بهش، باید بهش دمش گرم گفت. دم شما هم گرم. فکر میکنم تو حوزه ورزش اگه یه مقدار دقیق بشید میشه مثلا یه چیزایی گفت. مثلا اون موقعی که از پول تأمین اجتماعی که واسه کارگراست، چند میلیون دلار دادن به آقای ویلموتس که کلن یه ماه فکر کنم تو ایران بود، یه ماه تو ایران بود، مربی تیم ملی بود. اون موقع شاید اگر ورزشکارای ما میومدن، فوتبالیستای ما میومدن، میگفتن که آقا این پولو ندید، این پول کارگرهاست، این پولیه که تأمین اجتماعی باید خرج کنه واسه رفاه، واسه بازنشستگی کارگرها و ازشون بهتر بشه، این پول چرا شما خرج فوتبال میکنید؟ اونم اینجوری، یه مربی اومده کلاه گذاشته سر فدراسیون فوتبال. اون موقع چرا ورزشکارای ما، فوتبالیستای ما چیزی نگفتن؟ یا یه چیز رایج که من همین باز یه جستجوی ساده ای کردم بهش رسیدم، خیلی از باشگاه‌های فوتبال ما واسه شرکت‌ها و کارخونه‌های صنعتیه که چند هزار تا کارگر دارن. بعد اونجا چه اتفاقی میفته؟ پولی که باید خرج کارگرها بشه، صد میلیارد، هزاران میلیارد خرج باشگاه‌های ورزشی میشه، خرج فوتبال میشه، خرج تیم‌های لیگ برتری میشه که یه بازیکن مثلا چند ده میلیارد پول بگیره.
بودجه‌ای که توی اون کارخونه باید صرف ورزش کارگرا بشه، یعنی اون کارگره باید باشگاه دم دستش باشه، استخر دم دستش باشه، وسایل ورزشی دم دستش باشه که سالم بمونه، بهتر زندگی کنه، خودش خانوادش، میاد اونجا خرج میشه. در مجموع میخوام بگم که دوستان سلبریتی، بزرگان ورزش، قهرمانان کشور، دو قطبی کاذب و علکی درست نکنید. هر چیزی در مسیر خودش باید خرج بشه، هر کدوم در جای خودش اهمیت داره. شما بزرگوارایی که رستوران دارید، جواهری دارید، تو کار ساخت و سازید، الحمدلله وضعتون خوبه، میلیاردی پول در میارید، خوب زندگی میکنید، شیک میگردید، توپ میپوشید و میچرخید، خدا برکت بده، خدا زیادش کنه. همون در این امنیت تامین شده. اگر اینجا بشه مثل عراق، بشه مثل افغانستان، بشه مثل سوریه، مثل لیبی، مثل خیلی از کشورهایی که این غربیا رفتن نابودش کردن، شما نمیتونید این پول رو در بیارید ها، نمیتونید اینجوری بچرخید ها. به خاطر خودتون هم که شده اهمیت بدید به امنیت کشور.